سوال بعدی که از ما شده در مورد این هست که در دعوای خواهر و برادر ما چه کار باید بکنیم؟ سوال خیلی خوبیه، چون والدینی که بیشتر از یک فرزند دارن حتما این تجربه رو داشتن و دارن یا خواهند داشت. ببینید، مهم اینه که در یک چنین اتفاقی خونسردی خودمون رو حفظ کنیم و تا جایی که میتونیم مطلقا وارد اون بحث نشیم و تشویقشون کنیم که خودشون راه حل پیدا کنن برای مشکلشون و امتیاز بدیم به راه حلی که دارن پیدا میکنن و طوفان ذهنی ایجاد کنن چه راه حل هایی هست برای اینکه مشکل رو حل کنن. قطعا حواسمون باشه که قرار منصف باشیم، قرار نیست شبیه باشیم. ما قرار نیست همه رو مثل هم مثلا مؤاخذه کنیم یا تنبیه کنیم یا توصیه هایی بهشون داشته باشیم، بلکه باید منصفانه این کار رو انجام بدیم. بدترین چیز که ما میتونیم نمایش بدیم در این دعوای بین بچه ها این هست که ما منصف نباشیم، ما بخوایم همه رو مثل هم باشون رفتار بکنیم. خیلی مهمه که به بچه ها کمک کنیم تا علت اصلی مشکل رو پیدا کنن و کمکشون کنیم که خودشون بتونن با پیدا کردن موضوع دعوا اون رو به صاحب اصلیش برگردونن و در موردش صحبت کنن و حل مسئله پیدا کنن. اگر خیلی دعوا شدید هست حتما جداشون کنید و نذارید که قصه مشکل تر بشه. حواستون باشه که قوانین اصلی رو مشخص کنید از قبل با شفافیت و مثلا اینکه حرف بد زدن ممنوعه یا مثلا درگیری فیزیکی ممنوعه یا مثلا شکستن چیزی یا پاره کردن چیزی ممنوعه. اینها رو حتما رعایت بکنیم. خودمون مهمتر از همه مثل همیشه حواسمون باشه که قرار هست الگو باشیم، الگو باشیم برای حل مسئله، الگو باشیم برای دعوا نکردن، نه اینکه خودمون سر هر چیز کوچیکی دعوا کنیم، چه با بچه‌ها چه با بزرگترایی که اطرافمون هستن یا با همسرمون. به همین دلیل تا جایی که میتونیم خودمون الگوی مثبتی باشیم برای حل مسئله و وارد دعوا نشدن یا مدیریت کردن بحث‌هایی که شروع میشه، در اون صورت بچه‌ها میتونن بهتر یاد بگیرن. خیلی به خاطر داشته باشیم، لطفاً تأکید میکنم که حواسمون باشه طرفداری جنسیتی نکنیم، یعنی به خاطر اینکه تو پسری این کارو نکن یا تو دختری این کارو نکن مطلقاً این رو نیاریم وسط، به خاطر اینکه بچه‌ها بعداً این رو به معنی پترن و الگو توی درگیری‌های بعدی زندگیشون نگه می‌دارن، یا خودشون رو محق می‌دونن که خشونت داشته باشن یا خودشون رو ملزم می‌دونن که کوتاه بیان و هر کسی هر کاری بکنه. در نتیجه خواهش می‌کنم که حواسمون باشه طرفداری جنسیتی نکنیم. به خاطر داشته باشیم که ما قرار نیست قاضی باشیم و اونجا کسی رو محاکمه کنیم یا طرفداری بکنیم. ما شاید بتونیم کمک کنیم بچه‌ها واضح‌تر مسئله رو ببینن و حل کنن. ما قرار نیست براشون حل کنیم و ما قرار نیست طرفداری بکنیم. ما قراره فقط نظارت کنیم، کمکشون کنیم مرحله به مرحله حل مسئله رو یاد بگیرن تا بتونن بعداً هم در بزرگسالی اگر مسئله‌ای توی محیط کارشون هر جایی براشون پیش اومد بتونن اون رو مدیریت بکنن. یکی دیگه از پیشنهادهایی که میتونم بهتون بدم این هست که جلسات هفتگی داشته باشید. جلسات هفتگی داشتن به شما کمک میکنه تا قوانین رو به وضوح برای بچه‌ها، به خصوص وقتی هی بزرگتر دارن میشن، بیان کنید، مطرح کنید و به اونها هم کمک میکنه تا مسائلی که دارن یا ناراحتیایی که دارن جایی رو داشته باشن که بیارن و مطرحش کنن. تو جلسات هفتگی که میتونه نیم ساعت، یک ساعت به تناسب وقتی که داریم و به تناسب سن بچه‌ها باشه، میتونه تشکیل بشه به صورت ثابت و هفتگی دستور کار براش بذارید. توی دستور کار میتونید بنویسین چه چیزایی قراره این هفته مطرح بشه. توی جلسه هفتگیتون کوچیک‌ترا میتونن نقاشی کنن، اون رو بذارن توی پاکت یا بسته‌ای که مخصوصش هست و توی اون پاکت که مخصوص دستور کار جلسات هفتگیتون هست قرار بگیره تمام چیزایی که قرار در موردش صحبت بشه و ناراحتیایی که هست، و توی اون جلسه هفتگی اینا باز بشه، دونه دونه روش صحبت بشه، تصمیم گیری بشه و بسته بشه. این خیلی کمک میکنه که بچه‌ها هم فرصت داشته باشن احساساتشون رو بیان کنن و اختلافاتشون رو مطرح کنن و دور از عصبانیت تصمیم گیری‌های انجام بشه، و به والدین هم کمک میکنه تا قوانین
واضح‌تر و محکم‌تر و شفاف‌تری رو تنظیم کنن، جایی باشه برای بیانش و اونها رو مطرح کنن.